سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان. من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان دنباله دار میخونم. امشب میخوام قسمت 27 از داستان زیبای سینوهه پزشک مخصوص فرعون رو برای شما بخونم. توی قسمت قبل داستان رو تا اونجایی براتون خوندم که هورمهب وارد یک جنگ بزرگ با هیتیتی ها شد. با وجود اینکه هیتیتی ها قدرت و عرابه های بیشتری داشتند، اما هورمهب با دلاوری تونست جنگ رو به سود خودش شروع کنه. اما وقتی که عرابه های بزرگ هیتیتی ها وارد صحنه جنگ شدند، اوضاع به کلی تغییر کرد. سینوه هم به عنوان یک پزشک شاهد این جنگ و خونریزی بود. اگر میخواین ادامه داستان رو بشنوید، فراموش نکنید همین اول ویدئو رو لایک کنید، نظرتون رو حتما برام کامنت کنید و اگر میخواین از این داستان جذاب جا نمونید، فراموش نکنید که زنگوله پیج رو هم روشن کنید. بریم تا با هم ادامه این داستان جذاب رو بشنویم. بعد از اندک زمانی کوتاه، عرابه های بزرگ ابری از گرد و غبار درست کردند و اسب‌ها که با پوشش‌های رنگین شده و پینه دوزی شده خود و شاخهایی که از ماسکهایشان بیرون زده بود به هیولای عجیب و غریب و افسانه‌ای شباهت پیدا کرده بودند، به طرف جلو میتازیدند. آنها با سر و صدا به سمت جلو میرفتند. اینطور به نظر میرسید که هیچ نیروی زمینی قادر به متوقف کردن آنها نخواهد بود. حتی کوهی از سربازان مصری هم نمیتوانست راه آنها را جهت رسیدن به سبوهای آب در صحرا ببندد. طبق فرمان هورمهب، افراد از دره عقب نشینی کردند، به سمت سراشیبی تپه ها رفتند. هیتیتی ها فریاد بلندی کشیدند، قرش کنند به جلو رفتند، به گونه ای که گرد و غبار زیادی پشت سرشان ایجاد شد. من با صورت به زمین خوردم، به خاطر مصر و قلمرو بی‌دفاع سفلا و همه مردمی که باید به خاطر لجبازی و سرسختی هورمهب جان خود را از دست می دادند گریه کردم. افراد دشمن در ستونی وسیع به سرعت جلو می رفتند، به گونه ای که زمین زیر پاهایشان می لرزید. یک دفعه اسبها، عرابه ها و افراد به صورتی نامنظم در خندق بزرگی که گور کنان نیل حفر کرده و آن را به وسیله بوته ها پوشانده بودند فرو افتادند. این خندق به اندازه تمام پهنای دره از شیبی تا شیب دیگر ادامه داشت. تعداد زیادی از عرابه های سنگین در خندق افتادند، بقیه دور زدند و در امتداد حاشیه های خندق حرکت کردند. به همین علت نیروها تقسیم شدند. وقتی من صدای هیاهو و شادی نیروهای خودمان را شنیدم، سرم را بالا گرفتم و تا موقعی که گرد و خاک بلند شده همه سطح زمین را پوشانده بود، صحنه‌ای که در برابر دیدگان من وجود داشت واقعا هولناک به نظر می رسید. اگر هیتیتی ها محتاطانه تر عمل می کردند، می توانستند نصف عرابه های خود را نجات دهند و شکست سنگینی بر مصریان وارد سازند. آنها قادر به دور زدن بودند، از بین موانعی که با آنها رخنه کرده بودند بگذرند، ولی آنها قادر به پذیرفتن شکست نبودند. شرایط موجود برای آنها ناشناخته بود و همین دلیل از دست سربازان ما فرار نکردند، بلکه اسبهای خود را به دامنه های شیبدار کشاندند تا عرابه ها را متوقف نمایند. سرنشینان جهت بررسی موضوع از عرابه ها پیاده شدند که چگونه به بهترین شکل می توان از خندق ها عبور کرد، یا هم ردیفان که سقوط کرده بودند را چگونه نجات بدهند. جهت انجام این کار به انتظار از بین رفتن گرد و غبار شدند تا دوباره حمله های بعدی را از سر گیرند. هورمهب به هیچ وجه تصمیم نداشت با آنها اجازه تجدید قوا را بدهد. او با به صدا در آوردن شیپورهایش به افراد خود خبر رساند که قدرت جادوییش باعث متوقف شدن عرابه های دشمن شده است، به گونه ای که غافلگیر شدند. او تیراندازهای خود را به بالای سراشیبی فرستاد تا افراد هیتیتی را نابود کنند، در صورتی که از طرف دیگر هم به بقیه سربازان گفت که به وسیله بوته ها و شاخه های کوچک زمین را جارو بزنند تا گرد و خاک بیشتری به آسمان بلند شود.
البته این کار را بیشتر به خاطر سردرگم کردن دشمن می کرد و اینکه با این کار می توانست تعداد عرابه های هیتیتی را که هنوز سالم هستند و می توانند وارد جنگ شوند را از سربازانش مخفی نگاه دارد. هورمهب در همان زمان دستور داد سنگ های بیشتری را به پایین تپه ها بیاندازند تا شکاف های سنگرها را ببندند و با به چنگ آوردن عرابه های دشمن پیروز میدان شوند. در همین موقع گردان های عرابی سبک دشمن در دامنه ها متوقف شده بودند تا به اسبهایشان آب بخورانند و زین و یراق آنها را تعمیر کنند و پره های شکستی چرخ هایشان را مرمت کنند. آنها گرد و خاکی را مشاهده می کردند که در میان تپه های کوچک به هوا بلند شده بود و صدای فریاد و ضربه های سلاح ها را می شنیدند. فکر می کردند که قوای سنگینشان مصریان را پراکنده ساخته و آنها را مانند موش نابود ساختند. هورمهب با بلند شدن گرد و غبار با شهامت ترین پرتاب کنندگان نیزه خود را به سمت خندق روانه کرد تا مانع از آن شوند که افراد هیتیتی و همرزمانشان که در خندق سقوط کرده بودند یاری کنند و یا خندق را پر کنند. او باقی مانده سربازانش را به سمت عرابه ها کشند تا تخت سنگ های بزرگ را به جلوی عرابه ها بغلطانند تا بتوانند این گونه آنها را به محاصره خود درآورند و فضای کافی جهت مانور دادن نداشته باشند. در صورت امکان آنها را از هم جدا نمایند. چیزی طول نکشید که سنگ های بزرگ در طول سراشیبی به حرکت درآمدند. مصری ها همیشه جهت جابجا نمودن و کنترل سنگ ها دارای مهارت ویژه‌ای بودند. در میان سربازان هورمهب افراد زیادی وجود داشتند که این مهارت را به دست آورده بودند. آن هم در حین شکار در اسکله ها. هیتیتی ها به خاطر ابر گرد و غباری که بلند شده بود سردرگم و حیران شده بودند چون قادر به دیدن جلوی خود نبودند. تعداد زیادی از آنها توسط تیراندازان هدف قرار گرفتند. سرانجام افسرانشان دستور دادند که شیپورها را به صدا درآورند تا عرابه هایشان را جمع آوری کنند و دوباره به دشت برگردند. در آنجا به تجدید قوا بپردازند. ولی هنگامی که آنها از راهی که آمده بودند خواستند برگردند، قادر به تشخیص نیروهای خود نشدند. از پای آنها به دلیل وجود تنابها روی زمین افتادند و عرابه های سنگین آنها روی زمین واژگون گشت. سرانجام تصمیم گرفتند از اسبها پایین بیایند و پیاده به جنگ بپردازند. وضعیت خیلی بدی داشتند. همیشه عادت کرده بودند که از دشمن خود بالاتر باشند، ولی به طور ناگهانی در برابر افراد هورمهب با شکست مواجه شده بودند. البته جنگ در کل روز ادامه یافت. با فرارسیدن شب نسیمی که از طرف صحرا وزش خود را شروع کرد ابر غبار را به حرکت درآورد. میدان جنگ به طور کامل قابل مشاهده بود و مغلوب شدن هیتیتی ها هم معلوم شد. آنها مقدار زیادی از عرابه های سنگین خود را به همراه اسب هایشان و ساز و برگ سالم خود را که به دست هورمهب افتاده بود از دست داده بودند. سربازان او به دلیل زخم‌ها و دشواری جنگ خسته و تبدار شده بودند. افرادی که جراحت دیده بودند و بوی زننده خون از زخم‌هایشان بر مشام می‌رسید، با دیدن صحنه تلفات خود مات و مبهوت شدند. البته عده مصریانی که داخل دره مرده بودند به مراتب از افراد دشمن بیشتر بود. بازماندگان سربازان در حالی که وحشت کرده بودند به یکدیگر میگفتند: امروز روز پرترس و وحشتی بود. چقدر خوب شد که در هنگام جنگ چیزی را ندیدیم. اگر ما شاهد افراد زیاد دشمن و عده کشته شدگان خودمان بودیم وحشت زده می شدیم و دیگر قادر نبودیم مانند شیر مبارزه کنیم. سایر افراد هیتیتی ها که محاصره شده بودند چون بقیه سربازان خودی را خیلی دور می دیدند دستهایشان را به نشانی تسلیم بالا گرفتند و اسیر شدند. هورمهب فرمان صادر کرد که دست و پاهای اسرا را ببندند.
موش‌های لجنزار نیل که با مشاهده هیتیتی‌ها شگفت زده شده بودند، بر زخم‌های اسیران دست می‌کشیدند. نشانه‌های تبر و سر و خورشیدهای بالدار را از کلاه خودها و لباس‌های آنها جدا می‌کردند. هرمهب در میان سربازان خود شراب و آبجو تقسیم کرد. به آنها اجازه غارت غنایم را داد. ولی غنایمی که بیش از همه ارزش داشتند، عرابه‌های سنگین و اسب‌هایی بودند که اصلاً آسیب ندیده بودند. همان شب هرمهب برای نیروی آزاد هر دو جناح پیغامی فرستاد که همه مردان شجاع را تشویق کنند تا مثل آدم‌های خودش بر عرابه‌ها سوار شوند و به او خدمت کنند. چون صحرانشینان از مصریان مهارت بیشتری در اسب سواری داشتند، همه اسب سواران با خوشحالی دعوت او را پذیرفتند. از سوار شدن بر عرابه‌های سنگین و آن اسب‌های سالم و تنومند خوشحال شدند. من نیز در حال درمان زخمی‌ها بودم. استخوان‌ها را جا می‌انداختم، جمجمه‌هایی را می‌شکافتم که در اثر گرزهای جنگی هیتیتی‌ها شکافته شده بودند. گرچه عده زیادی در این کار مرا کمک می‌کردند، ولی باز هم سه شبانه روز وقت برد که بتوانیم به وضعیت همه رسیدگی کنیم. البته در طول این مدت افرادی که خیلی جدی آسیب دیده بودند زنده نماندند. فردای آن روز هیتیتی‌ها با استفاده از عرابه‌های سبک خود حمله جدید را شروع کردند تا چیزهایی را که از دست داده بودند دوباره به دست بیاورند. روز سوم هم کوشیدند که از طریق هر روشی که می‌توانند موانع موجود را از میان بردارند، حتی به بهای کشته شدن همه سربازها نبرد را با نیروهای مصری همچنان ادامه دهند، چون جرأت نمی کردند که به سوریه نزد فرمانده کل خود برگردند و شکست خوردن خود را خبر دهند. ولی در سومین روز هرمهب به هیچ وجه از وضعیت دفاع خوشنود نبود. او از میان جاهای مختلف مسیر را گشود، برای افرادش که در عرابه‌های توقیف شده بودند دستور صادر کرد که به تعقیب عرابه‌های سبک هیتیتی‌ها بپردازند و آنها را پراکنده کنند. در این راه به ما آسیب‌های زیادی وارد شد، چون دشمن هم از ما سرعت بیشتری داشت و هم به جنگ با عرابه آشنایی بیشتری داشت. دوباره کار من مضاعف شد. البته هرمهب عقیده‌اش شکست خوردن در آن روز نبود، یعنی قبول نداشت. سوال کردم: چرا حدس نزدی که شاید این گونه شود؟ گفت: این صدمات امری عادی است، چون فقط در جنگ است که سربازان کنترل کردن اسب‌ها و عرابه‌ها را فرا می‌گیرند. بهتر از زمانی مشق کنند که دشمن شکست خورده و مایوس بود، نه موقعی که افراد دشمن تازه نفس بوده و آماده نبرد بودند. از هرمهب سوال کردم: ولی برای چه بی خودی هجوم بردی؟ هرمهب گفت: ما بدون داشتن عرابه جهت نبرد با عرابه های دشمن هرگز نمی توانیم سوریه را تصرف کنیم. گفتم: ولی لازم است که در ابتدا سربازانی را که هیتیتی ها به اینجا گسیل داشتند با شکست مواجه سازیم، بعد دست به حمله بزنیم. با لبخند گفت: این جنگ در ورای موانع واقع شده، هرچند با پیروزی هایی همراه باشد، ولی بچگانه و بیفایده است. فقط با آنها ثابت کرده ایم که موانع زیادی برای اشغال مصر وجود دارد. او امیدوار بود که هیتیتی ها سربازان پیاده خود را به صحرا بفرستند. در این صورت آنها بدون برخورداری از آب کافی شکار بی درد سری بودند. ولی دشمن با احتیاط عمل می کرد، آماده بود. آنها نیروهای خود را در سوریه قرار دادند که هرمهب که پیروزی چشمانش را کور کرده بود افرادش را به آنجا بفرستد. آنگاه توسط نیروهای آماده و کارآزموده هیتیتی آنها را نابود کنند. با این حال همین شکست رعب و وحشت زیادی را در سوریه ایجاد کرده بود. تعداد زیادی از شهرها بر علیه آزیرو دست به شورش زدند و دروازه های خود را به روی او بستند، زیرا از جاه طلبی او و حرص و طمع افراد هیتیتی به سطوح آمده بودند. آنها امیدوار بودند به وسیله این کار از مصر حمایت کنند
و در این پیروزی قریب الوقوع مصر از سهمی برخوردار باشند. در آن هنگام شاه‌های سوریه با هم در اختلاف و درگیری بودند. جاسوسان هرمهب بر این ناخشنودی ها دامن می زدند و اخبار اغراق‌آمیز وحشتناکی از شکست هیتیتی ها در صحرا پراکنده می کردند. زمانی که هرمهب به سربازان خود اجازه می داد که روی تپه ها به استراحت بپردازند و موقعی که با جاسوسانش مشورت می کرد و نقشه های جدید طراحی می کرد، دوباره این پیغام را برای شهر محاصره شده ی غزه فرستاد که غزه را حفظ کنید. او به خوبی آگاه بود که غزه دیگر بیشتر از این تاب مقاومت ندارد. به همین دلیل باید برای به چنگ آوردن سوریه پایگاهی در ساحل داشته باشد. هرمهب در مورد ثروت آن سرزمین و کاهنان آنجا و روحانیون زن معبد ایشتار که هنرهای ماهرانه‌ای جهت لذت بخشیدن به جنگجویان شجاع داشتند، شایعاتی را در میان افرادش منتشر کرد. من علت معطل کردن هرمهب را نمی دانستم تا اینکه شبی یک مرد گرسنه و تشنه از سنگرها رد شد. مردان مصری او را دستگیر کردند و به زندان افکندند. مرد از آنها تقاضا کرد که نزد هرمهب برود. سربازان او را به دلیل جسارتی که کرده بود مورد تمسخر قرار دادند، ولی هرمهب او را پذیرفت. مرد در برابر او زانو زد. با وجود اینکه لباس سوری پوشیده بود، ولی دستان خود را تا روی زانویش پایین آورد. آنگاه با حالتی که انگار از درد رنج می کشید، دست خود را روی یک چشمش گذاشت. هرمهب گفت: آیا سرگین غلطانی چشمت را نیش زده است؟ وقتی هرمهب آن مرد را به حضور پذیرفت، من خیلی اتفاقی داخل خیمه‌اش بودم. گفتش را حرفی بیهوده پنداشتم، چون سرگین غلطان یک حشره بدون آزار است. این جریان را با صدای بلند به زبان آوردم. گفتم: اگر حرف خاصی جهت گفتن نداری، بیهوده وقت فرمانده را به هدر نده. ولی مرد تشنه گفت: آری، واقعیت این است که سرگین غلطانی به چشمم صدمه زده، چون در سوریه آنها از لحاظ بزرگی 10 برابر جاهای دیگر و به طور کامل هم سمی می باشند. هرمهب گفت: من به تو خوش آمد می گویم ای مرد با شهامت. حالا خیلی آسان و با خیال راحت حرفت را بزن، چون این پزشک که اکنون داخل خیمه من است مرد ساده لوحی است، چیزی متوجه نمی شود. مرد جاسوس وقتی این حرف را شنید گفت: سرورم، یونجه رسیده است. دیگر چیزی نگفت، ولی من سری به منظور حرف مرد اسیر هرمهب پی بردم. هرمهب بلا فاصله چادر را ترک کرد. دستوراتی مبنی بر روشن کردن آتش مراقبت بر روی تپه ها را صادر نمود. خیلی زود زنجیره ای از آتش ها در جواب به آن در سراسر تپه ها تا قلمرو سفلا روشن شدند. سپس پیامی به تانیس فرستاد تا چنانچه درگیری اجتناب ناپذیر بود، ناوگان جنگی وارد دریا شود و در فاصله دورتری از غزه با کشتی های سوری وارد جنگ شود. فردای آن روز شیپورها به صدا در آمدند. ارتش در سرتاسر صحرا به سمت سوریه حرکت کرد. عرابه ها بانوان طلایه‌دار پیشا پیش ارتش حرکت می کردند تا مسیر را از وجود دشمن پاک سازی کنند و نیز یک مکان مناسب جهت برپا کردن اردوگاه ها برای سربازها بیابند. با این حال اینکه هرمهب چگونه به خودش جرأت داده بود در یک کشور آزاد با هیتیتی ها وارد جنگ شود در ذهن من نمی گنجید. افراد با شادی در پشت سر او حرکت می کردند. در رویای ثروت بیکران سوریه به سر می بردند که بعد از پیروزی به آنها تعلق می گرفت. من در کجاوه نشسته بودم و دنبال آنها می رفتم. به این ترتیب ما تپه های پیروزی، همان جایی که استخوان های سربازان هرمهب و هیتیتی ها در آرامش در کنار هم آرامیده بودند را پشت سر نهادیم. حالا وارد جنگ سوریه می شدم. گرچه حرف زیادی جهت گفتن ندارم. درباره امور نظامی بی تجربه هستم
و از نظر من همه جهنگ ها به هم شبیه هستند. در کل جهنگ ها در شهرها آتش سوزی می شود، خانه ها غارت می شوند و تا جایی که من شاهد بودم در همه جهنگ ها زنها گریه و زاری به راه می اندازند و در همه جا بدنهای قطع قطع شده به چشم می خورد. اگر بخواهم در مورد جنگ حرف بزنم، امکان دارد حرفهایم تکراری و کسالت‌بار به نظر برسند. بنابراین فقط یادآوری می کنم که جنگ سوریه 3 سال طول کشید. جنگی که در آن از رحم و شفقت خبری نبود. عده زیادی از افراد کشته شدند. روستاها ویران شد و باغها درختان میوه را از دست دادند. در شهرها هم دیگر کسی سکونت نمی کرد. ولی من اول باید در مورد حیله هورمهب صحبت کنم. او بدون کوچکترین وحشتی سربازان خود را به سوریه برد. همه موانع را که توسط آزیرو گذاشته شده بودند از سر راه برداشت. به افرادش اجازه غارت روستاها را داد. گفت می توانند از هر چه که بهره‌مند می شوند به عنوان میوه پیروزی لذت ببرند. آنگاه مستقیم به طرف غزه رفت. هیتیتی ها به محض اینکه از پیش روی هورمهب به طرف غزه با خبر شدند، نیروهایشان را در دشت در نزدیکی شهر مستقر نمودند تا او را محاصره و نابود کنند. این منطقه جهت مبارزه با عرابه بسیار مناسب بود. هیتیتی ها از پیروزی خود مطمئن بودند، ولی زمستان خیلی زود فرا رسید. آنها ناچار شدند اسب‌های خود را توسط علوفه‌ای که از تاجران سوری خریداری می‌شد سیر کنند. حتی پیش از آغاز جنگ اسب‌ها خیلی ضعیف و لاغر شده بودند و تلو تلو می‌خوردند. تا پاله‌هایشان سبز و آبکی شده بود و بسیاری از آنها مردند. به همین دلیل هورمهب توانست دشمن را در شرایط یکسانی گرفتار کند. دوباره عرابه‌هایشان را از بین ببرد و برای این کار خیلی راحت سربازان پیاده مایوس هیتیتی را تار و مار کرد. نبردی که از عرابه‌ها شروع شده بود به دست کمانداران و پرتاب کنندگان نیزه صورت گرفت. هیتیتی متحمل شکستی به مراتب سخت‌تر از قبل شد. خیلی بیشتر از مصری‌ها تلفات دادند. بعد از آن جنگ آن منطقه به مزرعه استخوان‌ها معروف شد. به محض ورود هورمهب به اردوگاه آنها همه ی علوفه های آنها را آتش زد تا اینکه همه ی آنها از بین رفت. این علوفه ها با علف های سمی آمیخته شده بود که باعث بیماری اسب های هیتیتی ها شده بود. گرچه در آن زمان نمی دانستم که هورمهب چگونه ترتیب چنین اقدامی را داده است. به این ترتیب هورمهب به غزه رسید. این در صورتی بود که هیتیتی ها و سوری ها در جنوب در بخش‌های سنگربندی شده پناه گرفته بودند و او محاصره کنندگان را پراکنده کرد. در همین حین ناوگان مصری که در هم شکسته و بدون استفاده مانده بودند به طرف بندر غزه حرکت می‌کردند. بعد از یک نبرد بی ثمر که مدت 2 روز در نزدیکی ساحل طول کشیده بود، کشتی‌های زیادی همچنان در آتش در حال سوختن بودند. آنها برای کمک به غزه مواد غذایی و نیروهای کمکی آورده بودند. قصدشان این بود که افراد زخمی و ناتوان را به مصر بفرستند. هنوز هم در سال روز گشوده شدن دروازه های شهر تسخیر ناپذیر غزه بر روی سربازان هورمهب در سراسر مصر جشن برگزار می شود. در این روز از فصل زمستان که معروف به روز سخمت بود، روزی است که پسر بچه های کوچک با گرزهای چوبی و نیزه هایی از جنس نی محاصره غزه را دوباره نشان می دادند. هیچ شهری تا آن زمان با آن همه شجاعت در برابر دشمن مقاومت نکرده بود. از فرمانده این شهر آنگونه که لیاقتش بود سپاسگزاری و قدردانی به عمل آمد. به رغم توهینی که به من کرد و مرا در سبدی از دیوارهای شهر بالا کشید، از او نام می برم. نامش رجو بود. افرادش او را گردن کلوف خطاب می کردند که البته این نام واقعا برازندی ظاهر و شخصیت او بود. از نظر من یکی مرد یکی دنده و بدگمان بود که تا آن زمان نمونهش را ندیده بودم. قبل از اینکه رجو به طور کامل اطمینان حاصل کند
که دروازه ها برای باز شدن مهیا هستند، شیپورچی های هرمهب همه روز را بی خودی به زدن شیپور مشغول شدند. حتی بعد از آن نیز روجو فقط هرمهب را به شهر راه داد تا خود را متقاعد کند که هرمهب همان کسی است که به نظر می رسید، نه یک سوری که جامعه مبدل پوشیده است. محاصره آزیرو در قیاس با حمله وحشیانه هیتیتی ها چیزی جز یک بازی کودکانه نبود. مشعل ها شبانه روز روشن بودند. زمانی که وارد شهر شدیم فقط چند نفر از ساکنین شهر زنده مانده بودند. تعدادی زن و پیرمرد از میان ویرانه های خانه هایی که در آتش سوخته بودند به طرف ما خزیدند. همه کودکان مرده بودند. مردان در موقع مرمت شکاف های درون دیوارها زیر تازیانه های رجو تا سرحد مرگ مقاومت می کردند. بازماندگان وقتی دیدند که ارتش مصر از دروازه خراب وارد می شوند، هیچ شور و نشاطی از خود بروز ندادند. زنها مشت های استخوانی خود را گره کرده بودند و پیر مردها ما را لعن می کردند. هرمهب در میان آنها قلعه و آبجو تقسیم می کرد. تعداد زیادی از آنها همان شب از درد جان می باختند. چون بعد از مدتها این نخستین بار بود که یک شکم سیر غذا می خوردند و رعایت حد و اندازه را نمی کردند. به همین علت شکم گرسنه آنها قادر به هضم غذاها نبود. اگر قرار باشد غزه را در آن روز پیروزی به تصویر بکشم، فقط قادر به توصیف پوست های خشک شده ی انسان ها که از دیوار آویزان شده بودند و جمجمه های سیاهی که پرندگان شکاریان ها را سوراخ کرده بودند خواهم بود. شاید هم فقط قادر به توصیف خرابه های نیم سوخته و استخوان های سیاه حیوانات که در کوچه های مسدود شده با سنگ افتاده بودند باشم. کاش در توانم بود تا بوی متعفن و وحشتناک آن شهر محاصره شده را توصیف کنم. بوی تنفرانگیز مرگ و طاعون که سبب شده بود افراد هرمهب بینی های خود را بگیرند. من همه اینها را بازگو کردم تا شاید بتوانم تصویری از آن لحظه پیروزی بزرگ را برای شما ارائه کنم. تصویری که سبب می شد نتوانم در آن روزی که رویای آن را در سر می پروراندم و مدتها بود در انتظارش به سر می بردم قلبن خوشحال باشم. هرمهب به هر یک از سربازان بازمانده در سربازخانه غزه یک زنجیر طلا هدیه داد. البته این کار او هزینه زیادی در بر نداشت، چون کمتر از 200 مرد سالم زنده مانده بودند. این برای آنها در حکم یک معجزه بود. ولی هرمهب به رجوی گردن کلفت تازیانه زرین و زنجیری زمرد نشان از طلا بخشید. از افرادش خواست که رجو را مورد تشویق قرار دهند که البته دیوارها به واسطه صدای تشویقها می لرزیدند. در آن حال همه مردی را که موجب شده بود تا غزه حفظ شود تشویق کردند و برایش از ته دل کف زدند. بعد از خاموش شدن صدای فریادها، رجو در حالی که دستش را روی زنجیر گذاشته بود با بدگمانی گفت: هرمهب، تو مرا اسب پنداشته ای که مرا با زین و برگ زرین آراسته می کنی؟ این تازیانه از طلای خالص است یا از جنس طلای عیار پایین ویژه سوریه؟ اونیز گفت: افرادت را از شهر بیرون ببر، چون عده زیاد آنها موجب گیجی و دیوانگی هم می شود. من شبها به دلیل سر و صدای زیاد آنها خوابم نمی برد. گرچه در موقع خواب خودم از صدای رعداسای دژکوب ها و ترق و تروق آتش بیشتر سر و صدا راه می اندازم. با این وجود افرادت را ببر، چون در غزه من فرعون هستم و به افرادم دستور می دهم که افرادت را مورد حمله قرار دهند و آنها را از بین ببرند، مگر اینکه هیاهو نداشته باشند و مزاحم خواب من نشوند. در حقیقت به اثبات رسیده بود که رجوی گردن کلفت با وجود پایان یافتن محاصره هنوز قادر نبود با خیالی آسوده به خواب برود. به گونه ای که حتی دارو و شراب هم کمک حالش نبود. او غرق در افکارش روی تخت دراز می کشید. سعی می کرد به یاد آورد که موجودی انبارش چگونه مصرف شدند.
روزی پیش هورمهب رفت. با حالتی متواضع گفت: هورمهب، تو ارباب من هستی. مقامت از من بالاتر می باشد. به همین دلیل از تو تقاضا دارم که مجازات هم کنی. چون من در برابر هر آنچه فرعون به من سپرده مسئول می باشم. خودت بگو چه باید بکنم؟ زمانی که هیتیتی سبوهای آتش را به داخل اتاقم پرتاب نمودند، همه کاغذهایم آتش گرفت و اسنادم نابود شد. از طرف دیگر حافظم در اثر کمبود خواب ضعیف شده. ظاهرا همه چیز را به خاطر دارم، ولی هرچه می اندیشم به خاطر نمی آورم 400 پاردم چرم الاغ را کجا قرار دادم. با وجودی که هر روز کاتبین انبارهایم تنبیه می شوند، باز هم قادر به کمک به من نیستند. آنقدر تازیانه خوردند که نمی توانند بنشینند، نمی توانند راه بروند، فقط روی زمین به صورت 4 دست و پا می خزند. هورمهب، آن 400 پاردم کجاست؟ ما هیچگاه با آنها نیازمند نشدیم، چون مدتها قبل از شدت گرسنگی الاغ‌ها را خوردیم. لعنت بر شیطان، خوب است که مرا در مقابل چشمان همه تازیانه بزنید، چون من به شدت از خشم فرعون در هراس هستم. اگر موفق به یافتن پاردم ها نشوم، هرگز جرأت ظاهر شدن در برابر او را نخواهم داشت. هورمهب در حالی که میکوشید آرامش را به او برگرداند گفت: با میل و رغبت حاضر است 400 پاردم را به او بدهد، ولی او از این پیشنهاد کریمانه بیشتر رنجیده خاطر شد. گفت: کاملا معلوم است که قصد داری مرا تشویق کنی که به دروغ و نیرنگ متوسل شوم. اگر من این کار را بکنم و آنها را از تو قبول کنم، باز همین پاردم ها آنهایی نخواهند بود که به دست من سپرده شده بود. این پیشنهاد تو نشان می دهد که تو قصد داری مرا خار کنی و در حضور فرعون متهم کنی. چون تو یک آدم حسودی، دوست داری فرماندهی پادگان غزه را از آن خود نمایی. من این پیشنهاد فریبکارانت را قبول نخواهم کرد، حتی اگر ناچار شوم به همراه افرادم زیر همه سنگهای غزه را می گردم تا آن پاردم ها را بیابم. رجا بدون اطلاع هورمهب به مسئول انبار که همه سختی ها و رنج ها را در طول مدت جنگ کنار خودش متحمل شده بود، فرمان داد که همه افراد را حاضر کنند تا با استفاده از کلنگ ها کف برجش را حفر کنند و پاردم های گم شده را پیدا نمایند. وقتی هورمهب از این جریان مطلع شد، دستور داد او را در اتاقش حبس کنند، مراقبش باشند و سپس مرا به حضور طلبید. مأمور رسیدگی به وضعیت آن مرد مجنون کرد. من به ملاقات روجا رفتم. به کمک چند مرد تنومند او را به تخت بستم و بعد شربت آرام بخشی به او دادم. ولی چشمان او مثل چشمان یک حیوان وحشی می درخشید. او در حالی که از ناراحتی آرام و قرار نداشت، از عصبانیت دهانش کف کرده بود. او گفت: آیا تو شغال هورمهب نیستی؟ و من فرمانده سربازخانه غزه؟ اکنون به خاطرم آمد. در سیاه چال قلعه یک جاسوس سوری زندانی بود که من پیش از آن که اربابت به غزه وارد شود او را دستگیر کردم. ولی آنقدر سرم شلوغ بود که یادم رفت او را به دیوار آویزان کنم. این جاسوس بسیار حیله‌گر و زیرک است و من حالا گمان می کنم او با 400 پاردم پا به فرار گذاشته. او را پیش من بیاورید تا با تحت فشار قرار دادنش بتوانم 400 پاردم خود را بیابم و دوباره با آرامش بخوابم. همراهان عزیز لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این قسمت از داستان زیبای سینوهه پزشک مخصوص فرعون لذت برده باشید. فراموش نکنید نظرتون رو حتما برام کامنت کنید. روز و روزگار بر شما خوش.